ویدیو فارسی تقدیم می کند. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على رسوله محمد و على آله و اصحابه اجمعین. با عرض سلام خدمت شما برادران و خواهران بیننده، همانطور که شما عزیزان گرانقدر پیگیر برنامه ما بودید، ما به بحث گذشته در مورد زندگی حضرت حسن رضی الله عنه مقداری خدمت شما عرض کردیم و بعد چون بحث زندگی حضرت حسین رضی الله عنه بود، گفتیم که ادامه زندگی حضرت حسین را انشاءالله در این برنامه پی بگیریم. عرض به حضور شما، ما در بحث گذشته گفتیم که در اواخر دوران حضرت معاویه، گفتیم تا بعد از صلح حضرت حسن با ایشان مشکلی وجود نداشت، دنیا آرام گرفته بود و همه به کار و زندگیشون مشغول بودند. در اواخر زندگی حضرت معاویه یک عده رفتند با ایشان صحبت کردند و از ایشان تقاضا کردند که ایشان یزید را جانشین خودش قرار بدهد. حضرت معاویه موافقت کرد. اون استاندارانی که مسئول بودند همه جا بیعت گرفتند از مردم برای ولیعهدی یزید در زمانی که حضرت معاویه هنوز زنده بودند و مردم مشکل خاصی نداشتند، همه مردم بیعت کردند مگر چند نفر مخصوص، چند نفر از بزرگان صحابه حاضر به بیعت نشدند. یکی از ایشان حسین ابن علی بود، یکی عبدالله ابن زبیر بود، یکی از ایشان عبدالله ابن عمر بود و یکی از ایشان عبدالرحمن ابن ابوبکر رضی الله عنه بودند. اینها این چند نفر حاضر به بیعت نشدند. خلاصه این که موقعی که حضرت معاویه رضی الله عنه به قصد حج آمد به مدینه منوره، گفت این چند نفر را احضار بکنند. اینا قبل از آن که اونجا بروند با خودشون مشوره کردند، حضرت حسین را گفتن سخنگوی ما شما باشید، شما با ایشان صحبت بکنید. خلاصه اینا آمدن نشستند. حضرت معاویه پرسید که شما چرا حاضر به بیعت برای یزید نیستید؟ من به اصطلاح زیاد فکر کردم و من خیر و صلاح را در همین میبینم که پسرم یزید تو حکومت است، داخل حکومت همه چیزها را بلده و اگر صحابه بزرگ بودن درست بود، ولی اونا نیستند، بچه های اونا هستند، لذا شما به اصطلاح بچه من از بچه اونا سیاست مدارتر است و شما حرفتون چیه؟ اونا گفتن سخنگوی ما حضرت حسین است. حضرت حسین شروع کرد به صحبت کردن، گفت که ای معاویه، ما از شما چند مطلب میخوایم. یکی این که اگر شما قصد دارید که جانشین تعیین بکنید، بر روش حضرت ابوبکر عمل بکنید که ایشان کسی را جانشین خودشون قرار دادند که هیچ گونه نسبتی با ایشان نداشتند، و اگر میخواهید بر سنت پیغمبر عمل بکنید، هیچ کسی را جانشین تعیین نکنید، بذارید ملت بعد از شما خودشون تصمیم بگیرند. خلاصه حضرت معاویه با صحبت‌ها زیادی بین این دو گروه رد و بدل شد، هیچ طرفی نتونست طرف دیگر را قانع بکند. نه حضرت معاویه تونست این گروه را، حضرت معاویه از بقیه پرسید صحبت شما چیه؟ گفت حرف ما همینه که حضرت حسین فرمودند. هیچ گروهی نتونست دیگری را قانع بکنه. بالاخره مثلا به همینجوری ماند تا زمانی که حضرت معاویه از دنیا رفت، حکومت شام تصمیم گرفتن که یزید را جانشینشون قرار بدن. وقتی یزید را جانشین کردن، مخفیانه پیک فرستادن به مدینه که از این چند نفر به خصوص که مخالف و معارض بودند بیعت بگیرند. همان شب این چند نفر را احضار کردند. وقتی اینا احضار شدند،
فوری با خودشون یک مشوره کوچکی کردند که منظور به نظر شما مشکل چیه؟ گفتن احتمال زیاد حضرت معاویه از دنیا رفته و اینا میخوان از ما بیعت بگیرن. خلاصه اینا تکی تکی اینا رو خواستند، اینا آمدند و صحبت همه این بود که به اصطلاح استاندار رو گفتن که شما با ما یعنی بیعت مخفی ما را قبول دارید یا نه؟ میگذارید باید علنی بیعت بکنیم. اون گفته چه بهتر که علنی باشه. گفت اگر علنیش را میخواهید باید ما فردا توی جمع مردم بیعت بکنیم. این بیعت خصوصی که شبانه ما بیعت بکنیم فایده ای نداره. بیعت به چی میگفتن؟ اون زمان هر کسی را که به اصطلاح حاکم میکردن دست میدادن باش. دست میدادن که از این به بعد ما تابع امر شما هستیم. این را بیعت میگفتند. قرار بود که حضرت حسین و اینا بیعت بکنند برای یزید. همین که بیرون آمدند اون حکومت به اصطلاح یعنی حسین خیلی زیاد فشار نمی آوردند. بیشترین فشار روی عبدالله ابن زبیر بود چون خطر را از جانب ایشان بیشتر احساس می کردند. ولی همان شب حضرت حسین و عبدالله ابن زبیر و اینا همون شب فرار کردند. روی عبدالله ابن عمر خیلی فشار نمی آوردند. عبدالله ابن عمر شخصیت فقیه بود، بیشتر به کارهای علمی علاقه داشت تا سیاسی، به همین خاطر خیلی زور نمی زدند، ولی روی اینا که سیاسی بودن خیلی فشار می آوردند. همان شب حضرت حسین و عبدالله ابن زبیر و اینا گریختند و آمدند وارد شهر مکه معظمه شدند. در حرم مکه پناه آوردند. مردم از هر طرف می آمدند و بالاخره با ایشان ملاقات می کردند. و مدتی نگذشته بود که این خبر به دنیای اسلام پخش شد که همه بیعت کردند جز حسین و عبدالله ابن زبیر که مشهورتر بودند. بقیه چند نفری بودند که عبدالله ابن عمر و اینا زیاد معروف نبودند. وقتی که این خبر پخش شد بالاخره مردم کوفه یکو مثلا این مطلب را شنیدند، شروع کردند به نامه نگاری برای حضرت حسین. نامه می نوشتن که ای حسین بیا که شهر ما اینجوری ول است و ما با هیچ کس بیعت نکردیم، ما منتظر قدوم شما هستیم. نامه اول تو کیسه گونی های کوچیک کوچیک می آمدند، کم کم کیسه ها بزرگتر شدند، نامه ها پشت سر هم نامه می آمد. حضرت حسین رضی الله عنه اینا را مطالعه می فرمودند، تعجب می کردند که مردم کوفه چه اندازه مشتاق ایشان هستند. بعضی به خاطر این که حضرت حسین رضی الله عنه را تحریک بکنند مثلا مطالبی نوشته بودند که ای فرزند رسول، ای حسین، هوای کوفه بهاری است، گلها شکوفه کردند و درختها به اصطلاح چنین و چنان هستند. و برای حضرت حسین از این بابت زیاد نوشته بودند، به اصطلاح میفرستادند. عبدالله ابن زبیر تو مکه گروه های درست کرد که با حکومت مقابله بکند. حکومت هم به اصطلاح چون از عبدالله ابن زبیر بیشتر احساس خطر میکرد، برای مزاحمت عبدالله ابن زبیر یک برادر خودش را که برادر خودش خیلی باش مخالف بود همون را مسئول کرده بود، به اصطلاح فرمانده یک گروهی را داده بود که عبدالله ابن زبیر را ایذا و از حرکات ایذایی ایجاد بکنن تا بتونه از اونجا بیرون بره که بگیرندش. عبدالله ابن زبیر اونجا گروهای تشکیل داد، اون گروه حکومتی را شکست داد، برادر خودش را دستگیر کرد و به انتقام اون کسانی که به اصطلاح اون کتک زده بود اونقدر کتکش زدن که از بین رفت. خلاصه این که ایام حج فرا رسیده بود، موسم حج نزدیک می شد و نامه های مردم به اصطلاح کوفه روز به روز بیشتر می شدن. اونقدر نامه برای حضرت حسین رضی الله عنه رسید که حضرت حسین رضی الله عنه به فکر فرو رفت که چه بکند. بالاخره حضرت حسین رضی الله عنه به این نتیجه رسیدن که باید من کسی را بفرستم تا از نزدیک ببیند عشق و علاقه اینا واقعی است یا نیست. خلاصه حضرت حسین رضی الله عنه مسلم ابن عقیل را پسر عم خودش را فرستاد، مسئول کرد، گفت تو برو از راه بیابان و اینا برو و خودت را به کوفه برسان و از نزدیک ببین آیا این مردم واقعا ما را میخوان، مشتاق ما هستند یا نه. علکی این به اصطلاح حضرت مسلم حرکت کرد، آمد به مدینه منوره، به بچه‌اش سری زد. از اونجا دو نفر راه بلد انتخاب کرد که راه صحرا و بیابان را بلد بودند. راه صحرا و بیابان را در پیش گرفتند،
متاسفانه در راه دچار مشکلات بسیار شدیدی شدند. طور دچار مشکل شدند که به زحمت جان سالم به در بردند. راه بلدهای حضرت مسلم مردند به اصطلاح از تشنگی و اینا از بین رفتند. عرب ها یک رسمی داشتند که مثلا مقداری بدفعالی می گرفتند به اصطلاح، یعنی می گفتند که این جوری شد عاقبتی نداره. مسلم وقتی این مسئله را دید که دچار این مشکلات شده، این بود که مقداری در شک و تردید فرو رفت که رایی که اولش با این بدبختی شروع شده سرانجامی ندارد. مسلم همانجا که در اولی مکانی که رسید، آبی که گیر آورد، همونجا نشست، نامه نوشت برای حضرت حسین که ای حسین، من به شدت دچار مشکل شدم و من به زحمت از جان به سالم به در بردم. چی میفرمایی؟ من در شک و تردید افتادم، میگی برگردم یا نه؟ حضرت حسین برش نامه نوشت که ادامه مسیر بده، برو تو به مأموریتت ادامه بده. مسلم آمد، خودش را به کوفه رساند. مردم کوفه را دید که بسیار مشتاق اهل بیت هستند، بسیار علاقمند هستند. خلاصه این که این از این خانه مسلم بلند میشد به آن خانه دیگر و بسیار با شوق و ذوق شروع کرد مسلم به نمایندگی از حضرت حسین با ایشان بیعت بکند. میگویند حداقل 12,000 نفر با مسلم بیعت کردند، بیعت کردند به نمایندگی از حضرت حسین بیعت کردند. وقتی حضرت مسلم اینجوری مسئله را دید، برای حضرت حسین فوری نامه نوشت که سریع بشتاب بیا که اینجا واقعا مردم ما را میخواند. من بیعت گرفتم این تعداد نفر با من به نمایندگی از شما بیعت کردند. حضرت حسین رضی الله عنه وقتی نامه را دریافت کرد، نامه جواب مسلم را، عین حج بود، زمان حج فرا رسیده بود، منتها دیگه حضرت حسین تصمیم نداشت حج شب جا بیاورد. حضرت حسین رضی الله عنه تصمیم داشت به کوفه برود. وقتی که این خبر تو مکه پخش شد که حضرت حسین میخواهد برود به کوفه، تمام بزرگان صحابه بسیار پریشان و ناراحت شدند. یکی بعد دیگری آمدن پیش حضرت حسین و با حضرت حسین جر و بحث کردن که ای حسین، بس نیست اون مشکلاتی که برادر شما و پدر بزرگوار شما تو کوفه دید، شما نباید به کوفه بروید. حضرت عبدالله ابن عمر آمد، پیش حسین گفت ای حسین، کوفه نرو که مثل جای منافقین و فلان است، و اگر خیلی مجبور استی که از مکه بری بیرون، به طرف یمن برو که اونجا پدر طرفدار داره، و لذا من مخالفت میکنم. بعد عبدالله ابن عمر نکته دیگری گفت، مثلا گفت ای حسین، خدای عزوجل به پیغمبرش اجازه داده که دنیا را قبول، به اصطلاح دنیا را قبول میکنه یا آخرت را، و پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم آخرت را قبول کرده، دنیا را نپذیرفته، و تو هم پاره تن رسول خدا هستی، لذا دنیا به شما نمیرسد، یعنی حکومت یک نوع دنیایی است، من بهتر میدونم که شما اصلا دنبالش نروید. عبدالله که حضرت حسین ازش تشکر کرد از راهنمایی و خیرخواهیش، ولی گفت که من مجبورم بروم. بعد حضرت عبدالله ابن عمر آمد، وقتی دید که حریف نمیشود، حضرت حسین میخواد برود، گریه کرد و به اصطلاح به هم دیگر را به آغوش گرفتن. عبدالله ابن عمر گفت من میترسم که تو را همان جور که عثمان را وسط زن و بچه‌اش کشتن، تو را هم وسط زن و بچه‌ات بکشن. عده زیاد آمدن، گفتن عبدالله ابن عباس اون آمدن، گفتن خوالا که مجبوری بری، بچه‌ات را نبر، بذار بچه بعدن. حضرت حسین فرمود نه، من که میرم بذار با زن و بچه بروم، من دوباره نمیتونم برگردم عقب. این بود که کاروان حضرت حسین رضی الله عنه از مکه، از مکه مکرمه به طرف کوفه را افتاد. خب در کوفه چه اتفاقاتی افتاد؟ در کوفه حاکم نعمان ابن بشیر بود. نعمان ابن بشیر تمایل قلبی زیادی با حضرت حسین داشت و این حرکات و تمام برنامه ها را می دید ولی چشم پوشی می کرد. یکی از طرفداران یزید بر به اصطلاح استاندار، یعنی نعمان ابن بشیر، خورده گرفت
که این حرکاتی که تو میکنی حالت مستضعفین ضد حکومته، تو باید نباید اینجوری بکنی. نعمان بن بشیر گفت که اگر من در فرمان برداری خدا مستضعف باشم بهتر است از این که در نافرمانیش قوی باشم، مثلا نافرمانی بکنم خدا را. اون مرد کوفی که ضد به اصطلاح طرفدار یزید بود، این نامه نوشت برای یزید که بیا که این حاکم اینجا، استاندار اینجا، تمام مخالفین را میبیند، مماشات میکند و حکومت در خطر است. یزید وقتی این نامه را دریافت کرد، نامه بنوشت برای عبیدالله ابن زیاد که حاکم بصره بود، گفت تو حاکم بصره هستی، کسی را به جانشینی خودت بگذار و برو به کوفه که تو را اونجا را هم حاکمیت دادم. عبیدالله ابن زیاد با 17 نفر، لشکری با خودش نداشت، با 17 نفر از بصره به قصد کوفه حرکت کرد. مردم کوفه شنیده بودند که حضرت حسین در راه است، لذا بی صبرانه منتظر بودند که کی قدوم مبارک حضرت حسین به شهر کوفه می رسد. حضرت حسین و اینا تو راه بودند، از این ور عبیدالله بن زیاد آمد بیرون از شهر، عمامه سیاه پوشید و دهان و بینی خودش را بست، همراهانش هم اینجوری دهان و بینیشون را بستند و بالاخره به این شکل وارد شهر شدند. مردم که منتظر حضرت حسین بودند، هر کجا که با اینا برخورد میکرده، همه تو خیابانا جمع بودن، مردم سلام میدادن، السلام علیک یا ابن رسول الله. عبیدالله بن زیاد جواب میداد، علیک علیک میگفت. بالاخره مردم باش راه افتادن، آمدن کاخ استانداری رسیدن. نعمان بن بشیر که شک نداشت حضرت حسین آمده، در ته دلش خوشحال بود، منتها به ظاهر چون حاکم بود باید نباید بگذاره حسین بین راحتی بیاد، در را بسته بود. این هر چه در میزد و به اصطلاح بد و بیرا میگفت عبیدالله بن زیاد که در را باز کن، در را باز نمیکرد. آخر با اکرام مثلا باز کرد که یعنی حسین با زور آمد، من نگذاشتم. ناگان وقتی عبیدالله بن زیاد چهرهش را باز کرد، حیران موند نعمان بن بشیر که این مثلا حسین نیست، این عبیدالله بن زیاد است. صورتش را که برگردان، مردم هم شناختن، فهمیدن که این حسین نبود، این کسی دیگه بود. به این صورت عبیدالله بن زیاد وارد شهر کوفه شد. تا رسید بلفور دستور داد که سران قبایل را جمع بکنید. سران قبایل را جمع کردند. عبیدالله بن زیاد پرخاش کرد، بد و بیرا بهشون گفت، گفت که من شنیدم که شما قصد نافرمانی دارید، هر کسی از شما کوچکترین تکانی بخوره من حقوقش را قطع میکنم، فلان میکنم، از این حرفا زد. و بالاخره مردم کوفه حیران موندن، به اصطلاح بهت زده شدن. به هر صورت عبیدالله بن زیاد دستور داد که سری مسلم را پیدا بکنید برای ما. این ور اون ور گشتن. هانی ابن عروه یکی از کسانی بود که به اصطلاح اصلی ترین نفر حضرت حسین رضی الله عنه در کوفه بود. عبیدالله بن زیاد به وسیله جواسیسش متوجه شد که ایشان هستند به اصطلاح اصلی ترین نفر، فرستاد که او را بیاورند. هانی ابن عروه را وقتی آوردند، عبیدالله بن زیاد پرخاش کرد بهش و بعد یک چوبی دستش بود، زد بینی او را شکست. هانی زخمی شد، دستگیرش کردند. وقتی دستگیرش کردند، فرستادند دنبال مسلم که مسلم را بگیرند. مسلم وقتی شنید که هانه را کشتند، لذا چیکار کرد؟ مجبور شد که باید انتقام بگیرد، دیگه بیشتر از این صبر جایز نبود. مسلم موقعی که بیعت گرفته بود، قرار گذاشته بودند که موقعی که شما شنیدید که من شعار دادم که یا منصور امت، این شعار را من دادم، شما به خیابان بیایید. مسلم وقتی که به اصطلاح خودش را در خطر دید و اون نفر خودش را به اصطلاح که هانه ابن عروه بود، اون را در خطر دید، چیکار کرد؟ همین شعار را داد، یا منصور امت. وقتی بیرون آمد، همه مردم هزاران نفر ریختن به خیابان، خیابانها را پر کردند از جمعیت و این به اصطلاح آمدند به طرف کاخ استانداری.
عبیدالله بن زیاد با افراد اندکش دویدن داخل کاخ استانداری، درها را بستند. مسلم با چندین هزار نفر جمعیت آمدند و کاخ را محاصره کردند. عبیدالله بن زیاد داشت پرخاش میکرد که برید جلوی اوباشتون را بگیرید. چکار کردند؟ مردم مثلا این سردارا از پنجره صدا میزدند، اقوامشون رو میشناختند، فلانی برو به خانه ات، فلانی برو مثلا به خانه، یکی یکی میفرستادند. یک تعدادی را از اینا را عبیدالله بن زیاد از این سران را بیرون کرد، گفت شما برید و به هر شکلیش بوده مردم را از این به اصطلاح جریان سست بکنید که بذار بروند. این گروه آمدن شایع کردن که به زودی لشکر عظیمی از شام میاد و چنین و چنان میکنه. میگه هر زنی میامد، یک زن میامد دست بچهش را میگرفت میبرد، یک زن میامد دست شوهرش را میگرفت. همینجور نیروهای مسلم در حال تحلیل رفتن بودن، به سرعت داشتن کم میشدن. چون این بحث مفصل است و وقت ما اندک است، از آنجا که وقت ما به پایان رسید، انشاءالله این قسمت بعدی را که از جریان زندگی حضرت حسین رضی الله عنه است، انشاءالله در برنامه آینده پیگیری خواهیم کرد. از اینکه با ما بودید و توجه فرمودید متشکر و سپاسگزاریم. شما را تا برنامه آینده به خدای بزرگ می سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا.